اختلاف ایران و عربستان سعودی در مورد سوریه در حاشیه نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس علنی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جلسه خصوصی سفیر عربستان در آمریکا و وزیر امور خارجه ایران اظهارات تندی رد و بدل شده. گیتاریان، خبرنگار اعزامی امباد به داووس، جزئیات بیشتری را شرح می‌دهد. سازمان نشست اقتصاد جهان جلسه اختصاصی چهارشنبه را ترتیب داده بود. استفان ده میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه، کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل، و عمر موسا، دبیرکل سابق اتحادیه عرب، و همچنین وزرای خارجه ایتالیا، اتریش، مقامهای ترکیه و چند کشور غربی در آن حضور داشتند. دمیسورا میخواست زمینه را برای مذاکرات صلح میان نمایندگان مخالفین و دولت سوریه فراهم کند. پس از توافق وین تعیین گردید که دو طرف 5 بهمن ماه در ژنو بر سر یک میز برای نخستین بار مذاکره را شروع کنند. اما گزارش اختصاصی رویترز به نقل از مقاماتی که در این جلسه شرکت داشتند حاکی از این هست که جلسه تبدیل شد به صحنه مجادله ایران و عربستان. از طرف ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، و عربستان، ترکی الفیصل سفیر اون کشور در آمریکا بودند. اینطور که گفته میشه، عکس رسمی که پیش از شروع جلسه گرفته شد از دست دادن این دو مقام منتشر نشده، اما بر سر میز مذاکره وضعیت کاملا فرق داشت با این دست دادن، که شاید نشانی از نزدیکی، دوستی یا به هر حال آرام بودن وضعیت هست. یک مقام غربی که در این جلسه بود و خواسته که نامش فاش نشه، گفته که این گفتگوهای کرها بود. میگویند آقای ظریف کشورهایی را که به اختلاف سنی و شیعه دامن میزنند محکوم کرد، یا به عبارتی تلویحاً عربستان. شاهزاده ترکی که سابقا رئیس سازمان اطلاعات عربستان هم بوده، ایران را برای نقش در درگیری سوریه به باد انتقاد گرفت. او گفته بود ایران 10,000 نیرو در سوریه در حمایت از اسد دارد و به خاطر حمایت مستقیم تهران است که هنوز اسد در مسند قدرت باقی مانده. گفته های مقام سعودی در پاسخ به انتقادهای همان روز آقای ظریف از ریاض بود. انتقاد در مورد مخالفت عربستان با توافق اتمی و در رابطه با قطع روابط دیپلماتیک پس از حمله به سفارت عربستان در ایران. آقای ظریف گفته بود عربستان باید به سر عقل بیاید. نه تنها جلسه بدون پایان خاتمه یافت، بلکه آقای ظریف اصولاً تشکیل جلسه را تکذیب کرده، در حالی که در گفتگویی با خبرگزاری رویترز، ترکی الفیصل، نماینده عربستان در اون جلسه، اون رو تایید کرده. گیتا آریان، صدای آمریکا، نشست اقتصاد جهان، داووس.